سلام بینندگانی گرامی، پیشنهاد شماست برنامه اطلاعاتی خبر از تلویزیون بهارستان. در استودیو رفیع فخری‌دین، سرخط برنامه چنین است. مرکز ملی تستی نتیجه امتحان‌های دو طالبان معاین گردید. روزی آب در مؤسسه های تو مکتبی. مسابقه ورزشی در شهر دوشنبه. شرح بیشتری خبرها. نتیجه امتحان های سپریده داوطلبان طریق مرکز ملی تستی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان جهت شامل گردیدن به مکتب های اولی کشور معین گردید. جمعه‌گل خراسانی موضوع را ادامه می دهد. مرکز ملی تستی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان دو دوره اعلان نتیجه ها دارد. دوره یکم اعلان امتحان سپاری داوطلبان که طبق نقشه روز 25 ایول صورت گرفت و دوره دوم اعلان نتیجه ها که روز 3 آگوست سال روان پیش بینی گردیده است. در این روز به داوطلبانی که به آزمون تقسیمات را یافتند درباره کامیاب شدن یا نشدنشان از روی اختصاص انتخاب نموده شان معلومات داده می شود و داوطلبی که از روی این یا آن اختصاص انتخاب نموده اش کامیاب گردیده است باید در مدت مقرر گردید در این مرکز تا سنه 15 آگوست سال روان با پیشنهاد حجت‌های ضروری به مؤسسه‌های تعلیمی دخلدار مراجعه نموده از قید گذرند. در دو مرحله به قیدگیری یعنی اساسی و ایلوگی برای اشتراک در امتحانات مرکزنده دوخشوی سال جاری 97500 نفر از قید گذشتند. از شماره مذکور در امتحان‌ها 90876 نفرشان اشتراک کردند که این همگی 93% از 121% شماره عمومی داوطلبانی در امتحان ها اشتراک کرده را تشکیل می دهد. از شماره عمومی داوطلبانی در امتحان ها اشتراک کرده 65456 نفرشان با گرفتن خال های گزارش از همه سوب تست های دخلدار و اینچنین قسم های امتحان دخلدار با آزمون تقسیمات راه یافتند. باید گفت که داوطلبی که با آزمون تقسیمات راه یافته است و در تقسیمات اساسی یعنی 3 آگوست سال جاری از روی یگان اختصاص انتخاب کردش کامیاب نگردد و باز امکانیت دارد که از سنه 19 تا 22 آگوست از نو از قید گذشته اختصاصایی که در آن پس از آزمون تقسیمات اساسی جایهای خالی باقی مانده است انتخاب نماید و در آزمون تقسیمات تکراری اشتراک کند. باید یادآور شد که نتیجه آزمون تکراری روز 26 آگوست معین می‌گردد. در دوره 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار سالهای 2018-2028 در مؤسسه تا مکتبی رقم 82 ناحیه سینو روزی آب برگزار کرده شد. گزارش در این روان. در مؤسسه تا مکتبی رقم 82 ناحیه سینو شهر دوشنبه با مقصد در سطح بلند گذراندن دوره سالمگردانی تدبیرهای مختلف فرهنگی و ورزشی راه اندازی کرده می شود. از جمله بخشیده به قطعنامه 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار برای سالهای 2018-2028 یک برنامه مکملی خاطرمان با اشتراک مربیها و دوسترویکان برگزار گردید. شادی خورسندی و سرود ترانه خانی های کودکان با زبان های تاجیکی و روسی در وصف آب خیلی جالب دیدنی به نظر رسید. مورد قید است که در این تدبیر کودکان با گروه ها جدا شده یکی نقش قربقه دیگر سگ و روباه که از نورسگی آب نوشابه در بیابان اذیت میکشند و شاهی آب اقیانوس ها نپتون را فریاد مینمایند تا اینکه مفصول به آنها کمک رساند. او آنها را به آب که یکی از عنصرهای اساسی طبیعت میباشد و به آن در جهان حیات موجود نیست تامین مینماید. ما تصمیم گرفتیم که برای کودکان چه اهمیت داشتن آب را فهمانیم. آب این منبع حیات است. این یکی از عنصرهای طبیعت میباشد که ما باید که به کودکان فهمانیم که چخیل آب را صرفه سرشته کرونا استفاده برند. در دوره سالمگردانی آب بازی یکی از مشغولیت های دوست داشته کودکان به حساب رفته. آنها در این چهار بین نیست و بسیار بازیچه ها بیشتر به آب بازی شغل ورزیدند و در وصف آب شیرخوانی کرده با همراهی شای آب به این محفل نور و تروتی خاصه بخشیدند. برگزار نمودن این گونه تدبیر محفل های آموزشی و تربیت گیرندگان در تشکل تفکری آنها تاثیر مثبت رسانده جهان بینی آنها را دایر به آب و اهمیت آن به طبیعت انسان وسیع می نماید. در مکتب های اولی کشور مراسم دیپلم سپاری به ختم کنندگان جریان دارد. همکاران منطقه ویمو اطلاع می دهند.
در سال خوانش 2016-2017 طریق مشغولات های روزانه و غایبانه دانشکده اقتصاد و سودای دانشگاه دولتی تجارت تاجیکستان را زیاد از 900 نفر ختم نمودند. در تالار کلان دانشکده مراسم تنتنوی سپردن دیپلم های ختم کنندگان با دایره وسیع دانشجویان و ماگیستران و استادان این بارگاه تعلیم برگزار گردید. دایرکتور دانشکده در برآمد خود تاکید داشت که دوم سال خوانش 2016-2017 دانشکده اقتصاد و سودای دانشگاه دولتی تجارت تاجیکستان از روی 14 اختصاص متخصصان را به بازار مهنت آماده نموده است. متخصصان اساساً در ساحه‌های اقتصادی و سودا و تجارت آماده گردیده، منبعی بهره پیشرفت و شکوفایی تاجیکستان بیشتر خدمت خواهند کرد. ماست توجه و دستگیری‌های پیوسته پیشوای ملت نسبت به سایه معارف است که امروزها بهره دانش‌اندوزی جوانان بهترین امکانات‌ها فراهم آورده شده در دانشگاه‌های عالی کشور. اصول های نوترین تعلیم براه مونده شده است. نتیجه فعالیت پرسمر استادان دانشکده است که سال جاری این مؤسسه عالی تعلیمی را 64 نفر با دیپلم اعلی ختم نمودند، گفت دایرکتور دانشکده. از خوشبخت‌ترین دانشجویان برای آن هستم که با من از همه استادان بهترین نامزدهای علم سبق آموختند و من راه سبق را از آنها آموختم و امروز با راه آن می‌روم. تشکر زیاد به پیشوای ملت اساسگذار صلح و وحدت ملی که با ما این صلح و ثبات این آرامی را تقدیم کرده‌اند و ما آزادانه می‌توانیم در دانشکده‌ها تحصیل نماییم، کار و فعالیت بریم و این گونه چاره‌بینی‌ها، این گونه تنتنوی شهادت نامه‌های خود را به دست گیریم و با روحی کار و فعالیت خود رویم. در جریان مراسم تنتنوی ضمناً تاکید گردید که در آینده نیز دانشکده بهره اجرای رسالت اصلی خود از امکانات موجوده همه‌جانبه استفاده نموده برای آماده نمودن متخصصان صاحب تخصص جوابگو به بازار مهنت تلاش‌های خود را روانه می‌سازد. نقش کتابخانه جهت سیقل دادن دانش نسل نورس نظرس بوده. خوانندگان با مطالعه اثرهای بدیع می توانند جهانبینیشان را وسیع و نطقشان را برو نمویند. سوژه تهیه گردیده ادامه بخشی این موضوع است. در کتابخانه شهری به نام عبدالقاسم لاهوتی نیز خدمت رسانی برای خوانندگان طبق طلبات روز برآمده شده است. کتابخانه دارای 10 تالار مطبوعات دوری ادبیات جهان کودکان و نورسان الکترونی فوند نگهداری معلومات‌دهی بیبلیوگرافی و مثال اینها. کتابخانه با تمام نشریات کشور همکاری زیچ داشته برای خوانندگان پیوسته ادبیات لازمه از این مسائل فرهنگی دسترس می‌گردد. کتابخانه لاهوتی یگانه کتابخانه میباشد که کتاب به خانه میدهد، به خواننده در طول 2 ماه یا اینکه 3 ماه و میتواند استفاده برد، معلومات های ضروری را به خود بگیرد. امروز کتاب پیش از همه به خواننده یک غذای معنوی میدهد. کتاب است که هر یک ما و شما از بسیار واقعه ها، بسیار حالت ها با خبر میشه. امروز ما میتوانیم از کتاب، از مکتب، از استاد بسیار معلومات های مشخص بگیریم تا که در آینده به مشکلی و نقصی دچار نشویم. اما سبب در چی باشد که از چنین شرایط و امکانیت های فراهم گردیده امروز نه همه کودکان و نورسان و جوانان ثمرناک استفاده میبرند؟ ضمن نوارگیری نیز در کتابخانه مشاهده نمودیم که تالارهای خوانش کتابخانه از خواننده خالی بود. تنها در تالار نورسان شماره کمی خوانندگان به خواندن کتاب های بدیعی مشغول بودند. من به این کتابخانه هر روز میبیایم. این شعبه بچگانه هست. من هر روز کتاب های گوناگون میخوانم. مثلا کتابی درباره حیوانات، درباره تاریخ. این کتابخانه به من خیلی مقبول است. من هر روز وقتی بیکاری به اینجا میایم. کارمندان کتابخانه شهری به نام عبدالقاسم لاهوتی ضمن صحبت ابراز نمودند که ما با مقصد جلب هرچی بیشتری خوانندگان به کتابخانه پیوسته چاره‌بین های گوناگون فرهنگی، علمی و آزمون ها را بین نورسان و جوانان دایر می نماییم تا که به این وسیله میل و رغبت نسل نورس به کتابخانه افزون گردیده مطالعه اثرهای بدیعی را هدف اصلی خویش قرار دهند. در شهر دوشنبه بخشیده به سال جوانان میانی کودکان و نورسان اوید با کاراته کیوکوشینکای مسابقه برگزار گردید. دلشادی احمد بیگ گزارش میدهد. ادراز میشن که نخستین مسابقه از روی کاراته کیوکوشینکای در سال جاری نبود، چرا که دست پروران فدراسیون کاراته کیوکوشینکای تو این دم هنرشان را در مسابقه شهری بعدن در سابقه باز شهری وحدت سنجیده بودند که در نتیجه به اکثریت ورزشکاران بخش دسانچیون امکان فات کردن قلعه مقصود پیش آمد.
گفتن جایز است که اکثریت مدال‌های به دست آورده شده ورزشگران فدراسیون در مسابقات بین‌المللی سال سپری شده بیشتر به نورسان تعلق دارد. از این گفته برمی‌آید که در فدراسیون توجه کودکان و نورسان زیادتر است. قسمی از این نورسان که اکنون به میدان نبرد قدم نهودند از موفقیت و کامیابی‌های دست پروران فدراسیون واقف هستند. از این لحاظ آنها با مقصد کشف کردن مرحله‌های نوی ورزش در عرصه جهانی و آسیایی به میدان جسارت و متانت آمدند. ایوب جان امانوف دست پرور بخش دسانسیونی کمیته مرکزی تشکیلات جمعیتی مددگاری مدافع جمهوری تاجیکستان است. از مشق و تمرینش در رشته کیوکوشینکای 6 سال سپری شد. موضوع در 13 سابقه ظفر یافته است. از جمله در مسابقات شهری غالب آمد. در مسابقات جمهوری شرکت ورزیده یک مرتبه شهری پیروزی را چشیده است. در سابقه شهرهای خوجند، کلوب و وحدت جایزه دار شد. سال 2015 در مسابقات بین‌المللی جمهوری قزاقستان مقام دویم را صاحب شد. در مسابقه نوبتی پیشتر شادی پیروزی را چشید. به نمود کیوکوشینکای دختران هم توجه دارند. این است که رقابت فرنگیس اهلی دین با لیندا نبیوا پرشدت گذشت. هر دو ورزشگر علاقه قواشون را در میدان نبرد سنجیدند. از جمله فرنگیس در مسابقه باز شهر وحدت به صف جایزه داران شامل شده بود. گرچنده فرنگیس نسبت به رقیبش تجربه دار بود، لگلینگ ده هم در مقابلش خوب ایسودگری کرد. امین است که وقتی ایلووگی غالب یگانه رو مایه نساخت و تنها در دقیقه ایلووگی داورون پیروزی رو بلیندا نبیوا لایق دانستند. نفتن امند که دختران تاجیک هنرشون رو در رشته کیوکوشینکای در مسابقات بین‌المللی خوب سنجیدند. مثلا سال جوری در سابقه آسیای شهری استونا جایزه دار شدند. در مسابقه گذشته محمد جان نورالله قابلیت خوبی ورزشی نشان داده بود. از این رو در مسابقه نوبتی وی به رقیبانش از حساب استفاده طرز و اصولهای خاصی کیوکوشینکای برتری زیاد داشت. این دفعه فریدون اشروف رو به شکست دوچار نمود. همچنین در مسابقه شهری محمد رضا اسحاقوف امام نظرف در وزنهای خیش غالب آمدند. در فرجام به غالبان و جایزه داران از طرف تشکیل کنندگان چورابینی مدال و افتخار نامه سپرده شد. بینندگان گرامی، با پیشنهاد این مطلب برنامه اطلاعاتی خبر به انجام رسید. شما می توانید دیگر خبرهای روز و برنامه های جالب دیدنی را از سامانه تلویزیونی بهارستان www.tv.tg دسترس نمایید.